مقامات گفتند 6 تن سوار بر موترسایکل بر یک سرویس تهاجم برده و بر مسافرین گلوله باری کردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس تمام احزاب که ریاست آن را به عهده داشت از این حادثه مطلع شد و آن را تقبیح کرد. یہ یقیناً پاکستان میں انتشار پھیلانے این یک انکشاف نگران کننده است که دهشت افغانان اکنون جوامع آرام و بیگناه پاکستان را که از جدال دوری گزیدند هدف قرار می‌دهند. طارق جادون عامر هیئت تحقیقات روی این واقعه میگوید قول ملی مختلف وپنز که ما پوچک ها را یافتیم از چندین نوع سلاح در این گلوله باری استفاده شده بود و تحقیقات ما در ساحه وقوع واقعه جریان دارد. شاهدان عینی میگویند مسافرین فکر کردند که مردان مسلح میخواستند اموال آنها را سرقت کنند. به همین دلیل به صورت عاجل هر آنچه که با خود داشتند با آنها پیشکش کردند، به شمول تلفن دستی و پول، و به تضرر پرداختند که آنها را نکشند. اما حمله کنندگان با آنها گفتند تا سرهای خود را پایین کنند و بعد به گلوله باری آغاز کردند. کشته شدگان شامل حداقل 16 زن می باشد. شاهدان می گویند حمله کنندگان از کشتن دو طفل و راننده سرویس خودداری کرده و از محل متواری شدند. مسافرین اکثرا زنان و مردان جوان بودند. وقتی داخل سرویس شدیم اجساد را هر طرف دیدیم. راننده از صحنه فرار کرده بود. بعدا دریافتیم که یک راننده مینیبوس G3 یا G17 را به اینجا آورده بود. جامعه اسماعیلیه ها در پاکستان روشن فکر و اکثرا غیر سیاسی پنداشته می شوند که اکثرا در سکتورهای صحت و تعلیم و تربیت کار می کنند. کراچی شهر جنوبی و مرکز اقتصادی پاکستان از مدت زمان زیاد به این سو شاهد خشونت‌های نژادی، مذهبی و سیاسی بوده است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حمله روز چهارشنبه را به عهده نگرفته است. از جانب دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هند گفت از حمله در کراچی جدا متاثر است و آن را کاملا قابل تقبیح خواند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.